نگاهی به چند خبر کوتاه. سردار مهدی حاجیان، معاون فرهنگ اجتماعی فرماندهی کل انتظامی ایران، از برنامه جدید پلیس این کشور برای برخورد با بدحجاب ها خبر داد. وی گفت این طرح شامل افرادی همچون کسانی که کشف حجاب می کنند شده که در این راستا از ابزارهایی برای کنترل و تذکر به این افراد استفاده می شود. نیروهای امنیتی استان بسکره در الجزایر از جمع‌آوری 81 نسخه قرآن رنگی از بازارهای این کشور خبر دادند. این قرآن‌ها به دلیل تشابه رنگی با نماد پرچم همجنسگراها و نیز ایجاد ناهنجاری که به منزله مقابله با ارزش‌های اسلامی رایج در جامعه الجزایر بوده، از بازارهای این کشور جمع‌آوری شدند. پلیس هند محمد زبیر، روزنامه‌نگار مسلمان هندی، را چندین هفته پس از افشاگری درباره اظهارات توهین‌آمیز سخنگوی حزب حاکم علیه پیامبر صلی الله علیه و آله بازداشت کرد. وی اواخر ماه می 2022 با انتشار توییتی به افشاگری درباره اظهارات توهین‌آمیز نوپور شرما، سخنگوی حزب حاکم بهارات یا جاناتا، به رهبری نارندرا مودی علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پرداخت.